در این ویدیو میخواهیم که خود را با اعداد منفی آشنا بسازیم و همچنان یک مقداری بدانیم که چطور آنها را جمع و تفریق نماییم. زمانی که در ابتدا با آنها روبرو میشوید، آنها یک مقدار دقیق و مبهم به نظر میرسد. زمانی که در ابتدا چیز را میشماریم، اعداد مثبت را میشماریم. عدد منفی به چه معنی می وقتی که درباره آن فکر می کنیم؟ شاید در زندگی روزانه با اعداد منفی روبرو شده باشید. و اجازه دهید که چند مثال برایتان کار نمایم قبل از این که برایتان مثال بدهم هدف کلی یک عدد منفی همان عدد می باشد که کوچکتر از صفر باشد و اگر آن برایتان یک مقدار ناآشنا به نظر می رسد اجازه دهید که درباره آن با مفهوم های متفاوت فکر کنیم اگر درجه حرارت را بسنجیم و می تواند که سلسیوس یا فارنهایت باشد. فرض می کنیم که با سلسیوس آن را می سنجیم. به اجازه دهید که یک مقیاس رسم نمایم که بتوانیم درجه حرارت را بسنجیم و می گوییم که این صفر درجه سلسیوس می باشد. آن یک درجه سلسیوس، دو درجه سلسیوس و سه درجه سلسیوس. حالا می گوییم که یک روز بسیار خنک است و فعال سه درجه سلسیوس است. و کسانی که آینده را پیش بینی میکند بگوید که روز بعدی قرار است که چهار درجه سلسیوس شود پس به چه اندازه سرد خواهد بود چطور می توانید که آن سردی را نشان دهید خب اگر این تنها یک درجه سرد شود ما در درجه دوم خواهیم بود اما می دانیم مجبور هستیم که چهار درجه زیادتر سرد شود اگر دو درجه سرد شود آن زمان در درجه اول خواهیم بود اگر سه درجه سرد شود در درجه صفر خواهیم بود اما سه کافی نیست مجبور هستیم که چهار درجه سردتر شود پس بنابراین مجبور هستیم که در حقیقت یک درجه زیر صفر برویم و آن درجه زیر صفر را منفی یک می نامیم. شما آن خط عداد را می بینید. زمانی که در طرف راست صفر در خط عداد می روید، مقدار مثبت آن افزایش پیدا می کند و زمانی که در طرف چپ آن می روید شما به طرف منفی یک می روید بعدا منفی دو را خواهید داشت و منفی سه را خواهید داشت و این وابسته به چیزی است که درباره آن فکر می کنید و ممکن است که عداد زیادی منفی داشته باشید اما می خواهم که آن را بسیار واضح بسازم منفی سه کمتر از منفی یک می باشد در آنجا کمتر حرارت است نسبت به درجه منفی یک یعنی سرتر می باشد. در آنجا درجه حرارت کمتر است. اجازه دهید که یک مقدار ساده بسازم. منفی 100 به مراتب نسبت به منفی یک کوچکتر است. ممکن است که به صد نگاه کنید و ممکن است که به یک نگاه کنید و واکنش شما این خواهد بود که بگویید واو صد نسبت به یک خیلی بزرگتر می باشد اما زمانی که در مورد آن فکر می کنید منفی صد به معنی کمبود یک چیز است اگر این درجه منفی صد است به این معنا که کمبود حرارت وجود دارد بنابراین در اینجا حرارت کم است نسبت به این که اگر منفی یک می داشتیم اجازه دهید که برایتان مثال دیگری بگویم مثلا می گویم که امروز در حساب بانکی هم 10 دلار دارم این را با یک رنگ جدید انجام می دهم پس می گویم که امروز 10 دلار دارم حالا می گوییم که در آنجا رفتم به خاطری که احساس خوبی دارم نسبت به ده دلار و می گویم که میروم و, سی دلار را خرج می نمایم. و به منظور داشتن بحث اجازه دهید که بگویم من یک بانک بسیار اناتاف وزیر دارم که حتی برایم اجازه می دهد تا بیشتر از پولی که دارم خرج نمایم و این در حقیقت وجود دارد پس من سی دلار را خرج می نمایم بناهن حساب بانکم چگونه به نظر می رسد؟ در اینجا یک خط میکشم می کشم و ممکن است که از قبل یک جواب مستقیم داشته باشید. من از بانک یک مقدار پول قرضدار خواهم شد. اجازه دهید که این را در اینجا بنویسم. پس فردا در حساب بانکی هم چی است؟ ممکن است که فوراً بگویید که اگر ده دلار داشته باشم و سی دلار هم خرج نمایم، 20 دلار باید از یک جایی بیاید و آن 20 دلار از بانک می آید. پس من از بانک 20 دلار قرضدار خواهم بود. و بنابراین به خاطر که مطمئن شوم که در حساب بانکی هم چقدر پول دارم میگویم که 10 دلار منفی 30 دلار در حقیقت منفی 20 دلار می شود پس فردا در حساب بانکی هم منفی 20 دلار خواهم داشت اگر بگویم که من منفی 20 دلار دارم به این معنا که من از بانک قرض هستم حتی آن را ندارم نه تنها که چیزی ندارم بلکه چیزی قرضدار هم هستم به عقب می رود. در اینجا چیزی را برای مصرف دارم. اگر ده دلار در بانک باشد به این معناست که بانک از من ده دلار قرض دارد. من ده دلار دارم که بتوانم آن را مصرف کنم. اما حالا من از بانک قرض هستم. من در قسمتی دیگری رفتم. اگر یک خط عداد در اینجا استفاده نمایم، این شاید یک مقدار مفهوم ارائه نماید. پس این صفر است. من از ده دلار شروع می کنم و مصرف کردن سی دلار به این معنا که من سی خانه به عقب در حرکت هستم. پس اگر من ده خانه به عقب برگردم اگر فقط ده دلار مصرف نمایم دوباره به صفر خواهم آمد اگر ده دلار دیگر هم مصرف نمایم در خانه منفی ده دلار خواهم بود اگر بعد از آن 10 دلار دیگر هم مصرف نمایم در خانه منفی 20 دلار خواهم بود پس هر یک از این فاصله ها اگر ده دلار مصرف نمایم در خانه صفر خواهم بود ده دلار دیگر در خانه منفی ده دلار 10 دلار دیگر در خانه منفی 20 خواهم بود و تمام این فاصله در اینجا به این معنا که چقدر مصرف کردم. من سی دلار مصرف کردم. این هدف کلی این که زمانی که مصرف می یا اگر تفریق می نمایید یا اینکه که احساس سردی می کنیم در قسمت چپ خط عدد حرکت می کنید. عدد کوچکتر میشوند؟ و حالا میفهمیم که آنها می کوچکتر از صفر شوند. آنها می توانند به منفی یک بروند به منفی دو بروند یا این که آنها حتی می توانند به منفی یک اشار 5 یا منفی یک اشار بروند. هر چه بیشتر از دست بدهید بیشتر منفی را به دست می آورید اگر چیز را اضافه می اگر بروم و چک برگشت خود را بگیرم و طرف راست خط عدد حرکت خواهم کرد حالا با آن شیوه اجازه دهید که مقدار مشکلات خالص ریاضی رو انجام دهیم و درباره آن فکر کنیم که چه معنی می دهد. وقتی می که 3 منفی 4 یک بار دیگر این دقیقا وضعیتی است که ما در اینجا با درجه حرارت انجام دادیم از سه شروع میکنیم به منفی چهار میکنیم پس از طرف چپ چهار خانه حرکت می‌کنیم. یک دو سه چهار تا اینکه به منفی یک ما را برساند و بعدا برای انجام این دوباره شروع کنید فهمیدید که یک عدد منفی به چه معنی است شما را تشویق میکنم تا خط اعداد را تجسم نمایید و در امتداد آن نظر به اینکه خواه جمع میکنید یا تفریق میکنید بروید حالا یک مقدار بیشتر کار میکنیم. بیایید بگوییم که دو منفی هشت را دارم. و در موردی طریقه های بیشتر که چطور این را انجام دهیم در ویدیوهای آینده بحث خواهیم کرد. اما یک بار دیگر می‌خواهید که خط اعداد را انجام دهید. یک صفر در اینجا دارید. یک صفر در اینجا داریم. در خانه یک و دو هستیم. اگر هشت را تفریق نماییم به این معنا که ما هشت خانه به عقب میرویم پس یک خانه به عقب می رویم. دو خانه می رویم. پس دو خانه به عقب رفتیم تا اینکه به صفر برسیم. حالا باید چند خانه دیگر به عقب حرکت نماییم؟ خب تا خانه دو به طرف عقب از قبل حرکت کرده ایم. برای رسیدن به هشت مجبوریم شش خانه دیگر نیز به طرف چپ حرکت نماییم. پس حرکت می کنیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. به طرف چپ خب در کجا ما را قرار خواهد داد خب ما در خانه صفر بودیم این منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار منفی پنج و منفی شش می باشد بنابراین دو منفی هشت منفی شش می شود دو منفی دو صفر می شود زمانی که هشت رو منفی میکنید شما یک دیگر نیست شش دیگر را نیز تفریق می‌نمایید. پس به طرف منفی 6 می رویم. به طرف 6 زیر صفر می یک مثال دیگر نیز کار میکنیم و این برای تان یک مقدار قراردادی خواهد بود. اما امید است که مفهوم بدهد. و این را با یک رنگ جدید انجام می‌دهم. اجازه دهید که منفی چهار تفریق دورا را بگیرم. ما توسط یک عدد منفی شروع کردیم و بعدا از آن تفریق می‌نماییم. اگر این گیج کننده به نظر میرسد خط اعداد را به خاطر بیاورید پس این در اینجا صفر است این منفی یک، منفی دو، منفی سه و منفی چهار است. و آنجای است که از آنجا شروع کردیم. حالا دو را از منفی چهار تفریق خواهیم کرد. پس دو را به طرف چپ حرکت می دهیم. اگر یک را تفریق نماییم دو منفی پنج خواهیم بود. یک یکی دیگر را نیز تفریق نماییم آن وقت در منفیشش خواهیم بود ما در 6 خواهیم بود پس این منفی شش است بیایید که یک چیز جالب دیگر انجام دهیم بیایید که از منفی سه آغاز نماییم میگوییم که ما منفی 3 داریم به جای تفریق کردن چیزی از آن دور را به آن علاوه میکنیم پس این ما را در کجای خط اعداد قرار خواهد داد ما از منفی سه آغاز میکنیم و دور را اضافه مینماییم پس به طرف راست حرکت میکنیم. شما یک را اضافه کردید که منفی دو شدید. اما اگر یکی دیگر را اضافه نمایید که باید آن را انجام دهیم منفی یک میشوید. دو را به طرف راست حرکت میدهید. پس منفی سه جمع منفی دو منفی یک است. و خودتان میتوانید میبینید اما این با همان تصور جمع کردن و تفریق کردن سنتی ما مطابقت دارد. اگر از منفی یک آغاز نماییم و دو را تفریق کنیم باید منفی 3 را به دست بیاوریم یک نو برگشت این در اینجا منفی سه جمع دو ما را در آنجا میبرد اگر شروع کنیم و بعدا تفریق دو نماییم باید به با منفی سه به عقب برگردیم و میبینیم که اتفاق میافتد اگر از منفی 1 در اینجا شروع نمایید و تفریق دو کنید دو را به طرف چپ حرکت میدهید دوباره به منفی 3 میرسید پس امید است که این برای شما یک مفهوم داده باشد تا اعداد منفی را جمع و تفریق نمایید اما در ویدیو این دم های زیادی کار خواهیم کرد و می که ببینیم تفریق کردن یک عدد منفی به چی معنی می باشد.